سرخط خبرها هشدار شدید ایران هیچ تهاجمی بی پاسخ نخواهد ماند. خروج ناگهانی نو هواپیمابر آبراهام لینکلن و واکنش شدید پوتین به حمله مشکی کیف به نام خدا سلام به این بسته خبری از بیک خوش آمدید. وزیر خارجه ایران میگوید تهران هیچ تهاجمی را پاسخ نخواهد گذاشت و با تهاجم جدید اسرائیل ایران خودش را محق میداند که به این تهاجم جواب دهد وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی با همتای سوری خود درباره تغییر محاسبات رژیم صهیونیستی و اقدامات ایران در این خصوص گفت که ایران راهبرد خودش را خیلی روشن به رژیم و هر کسی که ممکن است چشم طمع داشته باشد ثابت کرده است کرد که ایران نمیگذارد هیچ تهاجمی بی پاسخ بماند اما با سراحت گفته ایم که تهاجم اسرائیل تهاجم جدید است و ایران خودش را موظف میداند که به این تهاجم جواب دهد و این بخشی از سیاست دفاعی ماست آقای راغچی افزود اینکه چگونه و چه وقت پاسخ داده می شود به شکل و در زمانه مقتضی ما پاسخ می دهیم وی همچنان گفت که ایران ثابت کرده در طول عمر خودش همواره تصمیمات هوشمندانه و بر اساس درایت خواهد گرفته ما عجله نمی کنیم و کاملا در زمان مختصری پاسخ می دهیم ما هرگز به زبان فشار جواب نخواهیم داد این کاملا روشن است وقتی آمریکا فشار حد اکثری را در پیش گرفت ما هم مقاومت حد اکثری را در پیش خواهیم گرفت اگر بخواهند دوباره سیاست شکست خورده را تجربه کنند دوباره شکست خواهند خورد و ما تاکید کردیم که باید اقلانیت حداکثری را انتخاب کنند اراقچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نتایجی را میبینیم که رژیم را از جنایات خودش باز دارد گفت که تلاش های سیاسی ما برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی تلاش جامعی بوده که صورت گرفته است این تلاشی است که با دولت سوریه هماهنگ بودیم ایجاد صدای واحد در منطقه و جهان اسلام بسیار مهم است که فشار را بر رژیم افزایش دهند به افزود این فشارها تا حد زیادی مؤثر بوده اما نتوانسته جلوی جنایات را بگیرد این جای تأسف است که شورای امنیت نمیتواند به وظایف خودش عمل کند. همینطور در بقیه سازمان های بین المللی اجازه تصمیمات قاطع توسط آمریکا داده نمی شود. میدان تاین کننده است و مقاومت است که باید دید چگونه مقابله می کند. الله امروز دوباره توانمندی های خودش را سازماندهی کرده و هر روز تلفات بیشتری به رژیم وارد می کند. رمز پیروزی مقاومت است. البته تلاش برای ایجاد صدای واحد در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد. وزیر خارجه سوریه نیز گفت که از از حق ایران برای مقابله با هر جنایتی حمایت می کند. در ادامه از سباق در خصوص رایزنی های امروز گفت که ما مذاکرات بسیار خوبی در راستای توسعه روابط فیما به این برگزار کردیم مذاکراتی که به نفع دو کشور خواهد بود و باستابی از روابط راهبردی دو کشور است به افسوج منطقه با تحولات عدیده ناشی از جنایات رژیم صهیونیستی مواجه است که آغازان علیه فلسطین بود و به لبنان کشیده شد و دیدیم که جنایت های رژیم صهیونیستی در خاک سوریه هم صورت گرفته است از جمله حمله به کنسولگری ایران در سوریه که انجام شد و ما آن را محکوم کردیم از سباق در ادامه گفت که ما گفتیم که بایستی جنایت رژیم صهیونیستی متوقف شود و بعد شاهد ارسال کمک های انسان دوستانه باشیم رژیم صهیونیستی باید مجازات شود ما با هر گونه اشغالگری مقابله میکنیم و از حق ایران برای مقابله با هر جنایتی حمایت میکنیم وزیر خارجه سوریه گفت که باید اشغالگری سهیونیست ها در جولان پایان داده شود ما همچنین بر همکاری دو جانبه برای مقابله با تروریسم و خشکاندن همه ابزارهای تروریستی تاکید کردیم ما به حمایت برخی از کشورها از این گروه های تروریستی اشاره کردیم ما اشاره کردیم که برخی کشورها اقدامات ویرانگری را علیه حاکمیت ما اعمال می و امیدواریم هماهنگی ها بیشتر شود وزیر خارجه سوریه در پاسخ به سوالی درباره تقویت گروه های تروریستی توسط آمریکا گفت که تشدید تنش اسرائیلی در منطقه ما در چارچوب پروژه قدیمی صورت میگیرد پروژه آمریکایی صهیونیستی که هدف تسلیم مجدد مرزها در منطقه است ما از 2011 تا کنون با این ابزارهای تروریستی مواجهیم که توانستیم این گروه ها را به بیرون برانیم اما برخی از آنان در شمال سوریه فعال هستند که ما در حال مقابله هستیم رژیم در حال تحقق اهداف خودش شکست خورده و این همزمانی به این معناست که آنان میخواهند ما را در شمال کشور مشغول کنند. ناو هواپیمابر آمریکایی منطقه را ترک کرد رسانه آمریکایی گزارش داد که ناوگروه هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن که در میان تنش‌های منطقه غرب آسیا اعزام شده بود این منطقه را ترک و غرب آسیا را خالی از گروه های ضربت آمریکا کرد به گزارش ایسنا ابگاه آمریکایی گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس ابراهام لینکلن منطقه را ترک کرده و وارد منطقه ناوگان هفتم دریایی آمریکا شد این دومین بار در بیش از یک سال گذشته است که غرب آسیا خالی از ناو هواپیما بر می شود وبگاه خبری نظامی یو اس ای در این باره گزارش داد که ناو گروه ضربت هر استرمن در حال حاضر در آتلانتیک شرقی و در مسیر دریای مدیترانه است این ناو گروه هواپیما احتمالاً به عنوان بخشی از مأموریت دریایی عملیات نگهبان شکوفایی برای حفاظت از کشتی های تجاری عازم فرماندهی مرکزی آمریکا خواهد شد آخرین باری که آمریکا غرب آسیا را خالی از یک انتظار باید در جوان گذشته و زمانی بود که ناو یو اس اس هاور پس از راه سپار شدن نو یو اس اس روزولت به سمت سنت کام وارد مدیترانه شد رسیدن تودور روزولت به ناو گروه ضربت دوباید ایزنهاور هاور اجازه داد غرب آسیا را پس از هفت ماه کند ناو گروه ضربت ابراهام لینکلن در ماه اوت وارد غرب آسیا شده و پیش از آن که ناو تودر روزولت در سپتامبر آنجا را ترک کند به ناو گروه تودور روزولت ملحق شد مقامات رسمی به یو اس نیوز گفتند که انتقال این دو ناف گروه زربت مستقر در ساحل غربی آمریکا از اقیانوس آرام برای عملیات در منطقه غرب آسیا نمونه ای از سرازیر کردن نیروهای دریایی آمریکا برای برآورده کردن نیازهای امنیتی موجود در منطقه غرب آسیا است با نخستین حمله کیف با موشک های دوربرد آمریکایی پوتین تغییر دکترین هسته روسیه را تایید کرد همزمان با نخستین حمله اوکراین با استفاده از موشک های دوربرد آمریکایی رئیس جمهور روسیه تغییر در دکترین هسته این کشور را تایید کرد گزارش ها که از آن است که اوکراین نخستین حمله را به روسیه با استفاده از موشک های دوربرد آمریکایی انجام داده است بلومبرگ به نقل از رسانه اوکراینی آر بی اس مدعی شد که کیف نخستین حمله خود را با استفاده از موشک دوربرد آمریکایی آتگمز روسیه انجام داده است. رسانه های آمریکایی به تازگی گزارش دادند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چراغ سبز استفاده از موشک هایی دور این کشور را برای هدف قرار دادن خاک روسیه به اوکراین داده است. نیویورک تایمز به نقل از آنچه منابع آگاهان گزارش داد که دولت بایدن به اوکراین اجازه استفاده از تسلیحات ساخت آمریکا را برای حمله به عمق خاک روسیه صادر کرده است. این تصمیم با بایدن با استقبال مقام‌های اروپایی مواجه شده و واکنش روسیه را نیز به همراه داشته است. ممنونیم از اینکه تا پایان این یعنی بسته خبری با ما همراه بودید.